سلام عرض میکنم خدمت همگی، خوش آمدید به باشگاه فیزیک جلسه 186. مطابق معمول آقای فرنودی ابتدا خبرها رو برای ما میگن و بعد سخنرانی دکتر ناجی رو خواهیم داشت. آقای فرنودی خواهش میکنم. ممنون، من صفحم رو شیر میکنم با تون. خب این دوربینم من روشن میکنم، اگه یه موقعی پهنای باند کم بود به من بگیم دوربینم رو قطع میکنم. خب باشگاه اسفند هم میخواییم شروع کنیم. خبرهایی که من امروز آماده کردم، یکی راجع به مواد نازک یک کمی فلکسیبله، یه خبرم داریم راجع به این شنل نامرئی کننده هری پاتر و یکم میخواییم راجع به سطوح یک کمی پر افتخی صحبت کنیم و در آخرم میخواییم راجع به اثرهای بدی که داریم رو طبیعت میذاریم صحبت کنیم. خب اگه شما هم مثل من در طول روز زیاد پشت صندلی میشینیم، من بهتون پیشنهاد میکنم که این خبر رو ایستاده گوش کنیم. من هم بلند میشم و این خبر رو ایستاده اجرا میکنم که یک کمی به کمرم استراحت بدم. خب مواد از اتم تشکیل شدن، ما توی دبیرستانمون این شکل ها رو دیدیم، این S و P و D و F، اینا اوربیتال بودن، اینا فضاهایی دور هسته اتم بودن که احتمال حضور الکترون زیاد بود و هر چقدر تعداد الکترونایی که دور هسته قرار بود جا بگیره بیشتر می شد، این فضاهایی که دور هسته پر می شد یک کمی پیچیده تر می شد. خب این چیزای خوشگلی هم که این گوشه میبینین، اینا هم توشون اتم دارن. الکترون هایی که توی این فضاها قرار دارن، غیر از این که توی این فضاها دارن دور هسته میچرخن، دور خودشون هم دارن میچرخن، یه خاصیتی دارن به نام اسپین. و اگر توی ماده اتمایی که تشکیل میشن این اسپیناشون همه تقریبا در یک جهت باشن، اون وقت اگه ما یه یخچال برداریم و اینا رو نزدیک یخچال کنیم میچسبن به یخچال، چون وقتی اسپینو هم جهت میشن خاصیت مغناطیسی میگیره ماده. خبر اولمون از یه لابراتوری توی کمبریج میاد بیرون. البته بیشتر کار در کمبریج اتفاق افتاد، همکاری بین‌المللی خیلی زیاد بوده. خب گرافین که میدونیم چیه، یک لایه نازک کربونه. محققین متوجه شدن اگر این لایه نازک رو ما بگیریم فشارش بدیم، ماده‌ای که اصلا رسانای الکتریکی هم نیست یهو تبدیل به آهنربا میشه. حالا این گروه توی کمبریج اومدن یه سری تئوری دادن که چرا این اتفاق میفته و یک ماده دیگه‌ای رو برداشتن که FEPS3. این F ایش یعنی آهن، این PS3ش یعنی چی؟ PlayStation 3؟ نه، این سه تا فسفاته، آیون تایوفوسفیته، که این آیون تایوفوسفیت رو وقتی میگیرن خیلی فشارش میدن، این هم میبینن آهن ربا میشه. خیلی اتفاقه هیجان انگیزی داره میفته. این پیپر در PRX چاپ شد، فیزیکال ریویو X چاپ شد این ماه. و هدف این چیه؟ ما وقتی مغناطیس ماده رو بتونیم بفهمیم، بدونیم چجوری میشه کنترلش کرد، یه قدم داریم به این نزدیک میشیم که یه ماده رو بتونیم یه کمی تغییرش بدیم و تبدیلش کنیم به یه ابررسانا. خب من این خبر رو مثل خبرهای قبلی از سایت ساینس دیلی برداشتم. این عنوان خبر Magnetic Graphene Forms A New Kind of Magnetism. آها، این مغناطیسی که توی این گرافین ایجاد میشه مثل اون اسپینا نیست، یه کمی متفاوته، یه جاهایی داره، یه درهایی داره، بهش میگن ولی، و این مغناطیس از این ولی ها میاد. اگه علاقه مندین حتما پیشنهاد میکنم بریم پیپر رو ببینید. خب در سال 1980 یک روش میکروسکوپی جدید ابداع شد به نام سکنینگ پروب میکروسکوپی یا SPM.
که کسایی که این روش رو ابدا کردن دو نفر بودن، اینا بعدا جایزه نوبل هم بردن. این روش میکروسکوپی شبیهش رو شما دیدین، بعدا AFM و اینا از این روش ایجاد شد. یک سری داره، این سر قرمزه، این چند تا اتم داره، بعد میاد نزدیک یه سطح میشه که اینجا آبیه و از روی این سطح تکون میخوره و نیرویی که بین این سر قرمز و این سطح آبی هست به در واقع به محقق یه تصویری میده از اینکه این سطح چه شکلیه. مثل این نمونه که شما چشمتون رو بسته باشین، بعد یه میزی باشه روش پر چیزای مختلف باشه، بعد شما دستتون رو بگیرین روی این میز بکشین بدون اینکه ببینید، سعی کنین از نیرویی که به انگشتتون وارد میشه حدس بزنین که روی این سطح چه چیزایی میتونه باشه. خب پس این روش میکروسکوپی این شکلیه که یه سطحی هست، بعد یه سری هست اینجا که این تیپشه، بعد این تیپه هی داره نوسان میکنه، هی داره نوسان میکنه و با عقب جلو شدن و نزدیک و دور شدن به این سطح نیروش هم تغییر میکنه، اون وقت آدم میتونه این نیرو رو اندازه گیری کنه. بعد این سطح این تیپه شروع میکنه نوسان کردن، بعد از روی یه سطحی رد میشه، بعد آدم ها میان نیرویی که خوندن و مطالعه میکنن و یه عالمه محاسبه میکنن، بعد مثلا میفهمن زیر این سطح یه دونه کوالا بوده. حالا یه روش جدید میکروسکوپی ابداع شده که میان به اون نمونه یه دونه نوار خیلی نازک، یک ممبرین خیلی نازک میچسبونن، که این ممبرینه یه خاصیت خیلی مهمی داره. وقتی میزنیم به این ممبرینه و این شروع میکنه لرزیدن، ما طیفش رو کامل میشناسیم، یعنی میدونیم اگه مثلا یه نیروی بهش یه جایی وارد بشه این نوسانش چقدر تغییر میکنه، حساسیتش برای اون خیلی مشخصه. و این روش جدید میکروسکوپیه که این گروه ابداع کرده. از زیرم به این ممبرینه میتونن یه دونه لیزر بتابونن و یه سری اتفاقه زاویه این هم اندازه بگیرن. مثلا اومدن روی یه سطحی این نمونه رو گذاشتن، شبیه 3-4 تا توپ و 3 تا میله است، بعد اومدن با این روش اندازه گیری کردن. این عکسیه که از اون سریه گرفتن، اینم عکسیه که از لیزری که از زیر دارن میتابونن گرفتن و شبیه این سمپل رو تونستن تصویرش رو از روی سطح بخونن. خیلی کار جالبیه. این کار توی ETH زوریخ انجام شده و در فیزیکال ریویو اپلای چاپ شده. نیو مایکروسکوپی کانسپت انترز اینتو فورس. اینو پیشنهاد میکنم که علاقه مندان حتما برن بیشتر مطالعه کنن و اطلاعات بیشتر بگیرن. خب یه خبری داریم که من اصلا راجبه این چیزا نمیدونستم، به خاطر این خبره رفتم یه عالمه خونم ببینم اینا چی هست. هایپربولیک متاماتریال. این متاماتریال یعنی موادی که توی طبیعت پیدا نمیشه، ما ساختیمشون. اینا خیلی چیزای عجیبی هست. مثلا فیلم هری پاتر رو اگه یادتون باشه، هری پاتر یه شنلی داشت که از پدرش به ارث رسیده بود. این شنل رو وقتی میپوشی نامرئی میشد. خب این به صورت طبیعی در طبیعت یافت نمیشه و ولی انگیزه است، ما دوست داریم مثلا از اینجور چیزا هم بسازیم. مثلا اگه هری پاتر یه جا نشسته باشه و یه لامپ یه طرف باشه و ما هم چشممون یه طرف دیگه باشه، از این لامپ به طور عادی نور میاد میخوره به هری پاتر و نور منحرف میشه دیگه به چشم ما نمیرسه. ولی اگه هری شنلش رو تنش کنه و این شنل از یک متاماتریالی ساخته شده باشه که نور رو بتونه روی سطحش هدایت کنه، وقت این نور را میفته دور میزنه و ما لامپو میبینیم، یعنی اتفاقی که دقیقا اینجا میفته. این یک انگیزه دراز مدت از این هایپربولیک متاماتریال است. ولی استفاده جزئی تری که این ماه چاپ شده چیه؟ ما میتونیم یه دونه بالکی از ماده داشته باشیم، یعنی یه تیکه از ماده رو داریم. میتونیم فرض کنیم که این بالک اگه یه کمی نازک باشه یه ساختار لایه‌ای داشته باشه. این ساختار لایه‌ای هم هر ساختار لایه‌ای نیست، این یه نانوکریستال خیلی مشخصه. این نانوکریستال ها به خاطر دماهی دارن
میلرزن و چون داره میلرزه نوری که از این تو عبور میکنه مسیر خیلی صاف و مشخصی نمیده، هی برخورد میکنه به ساختاره الکترونی این کریستال و منحرف میشه. در نتیجه به خاطر این لرزش ها و این فاصله هایی که توی ماده وجود داره، وقتی یه نوری از یه طرف میاد به چشم ما میرسه، ما با یه دقت محدودی میتونیم بفهمیم که این نور از کجا اومده. مثلا اگه بخوایم بین دو تا نقطه‌ای که توی ماده هست، تو عمق ماده هست، تشخیص بدیم، این نور رو خیلی نمیفهمیم از این نقطه صورتی اومده یا از این نقطه سبز اومده. یه محدودیت اندازه‌گیری داریم ما اینجا. حالا این گروه که خبرساز شده این ماه، اومدن یه کاری کردن، اومدن به این نانو کریستال به خصوصی که دارن یه نور لیزر زدن، یه پالس لیزر زدن و ساختار الکترونی این نانو کریستال یهو عوض شده و نور رو با دیفیوژن کمتری اجازه میده عبور کنه و در نتیجه دقت اندازه گیری ما از سطحی که پشت این نانو کریستال بوده رو افزایش داده. وقت ما میتونیم نوبتی که قبلا به طور عادی نمیتونستیم اندازه گیری کنیم و اندازه گیری کنیم. البته برای خیلی زمان کوتاهی این اتفاق میفته، اصلا بحث چند ثانیه نیست، بلکه بحث چند پیکو ثانیه است، خیلی زمان کوتاه. آزمایشی که هم داشتن این بود که یه ماده رو برداشتن، این ماده سیاه رنگ، بعد 440 نانومتر از این کریستال رو گذاشتن روی سطح این ماده شون، یه پالس لیزر زدن، بعد شروع کردن اندازه گیری کردن. این اول یه سطح خیلی صافی میدیدن، بعد یواش یواش تو بازه‌ای که این پالس لیزرشون رو زدن تونستن اطلاعاتی از سطح اون زیر رو بازسازی کنن. خیلی کار جالبیه. این خبرم به اسم Switching Nanolight On and Off توی ساینس چاپ شده و دانشگاه کلمبیا بیشتر کار انجام شده. خب خبر آخر، ما خیلی داریم تاثیرهای بدی با پلاستیک روی طبیعت میزنیم. درسته که پلاستیک خیلی چیز دم دستی خوبی و تقریبا چون بریم سوپرمارکت هر چیزی 10 بار توی بسته‌بندی‌های پلاستیکی چیده شده، ولی داره تاثیر خیلی بدی روی طبیعت میذاره. بحث اینم نیستش که ما زباله‌مون رو بریزیم توی سطل آشغال، برای اینکه آخرش هم این زباله‌ای که توی سطل آشغال رو میارن توی روی کوهی می‌ریزن، یعنی که یه جا دفن می‌کنن و آخر سر دوباره راش رو به طبیعت پیدا میکنه. ریسایکل کردن و بازیافت این پلاستیک ها هم واقعا خیلی جواب نمیده، برای اینکه ماده‌ای که پلاستیکی که بازیافت شده باشه خیلی استحکام اون ماده اولیه رو نداره و خیلی کیفیت خوبی نداره. و واقعا بریم دور و برمون رو نگاه کنیم چقدر داره بازیافت اتفاق میفته. تو اروپا که بازیافت خاصی اتفاق نمیفته، تو آمریکا هم همینطور، در جای دیگه دنیا هم فکر نمیکنم بازیافت خیلی جدی گرفته شده باشه. حالا پیشنهاد خیلی زیادی بود. یه پیشنهاد این بود که ما بیایم یه باکتری پیدا کنیم که بتونه این پلیمرهای پلاستیک رو تجزیه کنه و به طبیعت برگردونه. ولی هنوز خیلی به جایی تو این قضیه نرسیدیم. یه گروهی توی هلند اومده یک ماده اولیه‌ای که توی طبیعت پیدا میشه، یک زنجیر پلیمریه که این زنجیر پلیمری رو تونسته یک کمی تغییرات روش بده و ازش زنجیرهای خیلی بلند پلیمر بسازه. زنجیرهای خیلی بلند پلیمر یعنی بوی نایلون رو به ما میرسونه، یعنی با این میشه جایگزین نایلون کرد. و خوبیش اینه که چون ماده طبیعیه میتونه کاملا شکسته بشه و به طبیعت برگرده. همچنین یه خاصیت خیلی جالبی داره. اگه دو تا تیکه از این پلیمر رو ما بگیریم و مثلا شکسته باشه، بعد اینا رو ما بیاییم نزدیک هم کنیم، بچسبونیم، لازم هم نیست چسب بزنیم، یه کمی اگه سب کنیم اینا دوباره به هم دیگه جوش میخورن، یعنی سلف هیلینگ هم. یعنی اگه ما مثلا کیسه گرفتیم که از این جنس بود و کیسه همون کارشو، لازم نیست بندازیم دور یک کیسه جدید بگیم، همین حالا میچسبونیم کنار هم جو یکم و هم دیگه فشار میدیم دوباره به هم میچسبیم. خب این خیلی خبر خوبیه، خیلی جایگزین مناسبیه، ولی
اینجوری نیستش که سال بعد یا دو سه سال بعدش وارد بازار بشه و ما استفاده کنیم. هنوز تا صنعتی شدن خیلی فاصله هست و این وسط ما باید یه فکری بکنیم چون بازیافت که اتفاق نمیفته، حداقل ما مصرف پلاستیکمون رو کاهش بدیم و این کار زحمت داره و نیاز به فکر کردن داره. خب این عنوان خبر Molecule from Nature provides fully recyclable polymers. این خبر در ژورنال Matter چاپ شده که من اینجا آیکانش رو نذاشتم. خب خیلی ممنون از این که به خبر گوش دادیم. خبر این ماه تموم شد تا خبر بعدی در اردیبهشت سال جدید. خیلی